برای خدا بنده بخشنده مهربان، درود و سلام به بهترین عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یک سلام خاص به تمام بنده های عزیزی که ما را همین اکنون از تلویزیون از یوتیوب و تلویزیون گلشن تماشاگر هستند. من نصیر احمد اقجو این بار هم برنامه اندیشه را در خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم. امیدوار هستم همگی تو نصیحت کامل برخوردار باشید، لباس عافیت بر تن و از گزند بد روزگار در امان باشید و از سردی های زمستان هم که به گذشت به خوبی و خوشی گذشته باشه و اطفال نوزنی که بسیار آسیب پذیر هستند از اونها مراقبت کرده باشین و مریض نشده باشه. عزیزان بعد از سفر شدن یک هفته باز هم وقت اندیشه ها رسید و من باز هم طبق روال برنامه یک از جوانای فعال جامعه را بر خود داریم. در برنامه جناب آقای جاوید شیرزاد هستند، اینها را در برنامه با خود داریم که فعال جامعه مدنی و هم دیگه محصل در دانشگاه فاریاب. از اینها گفتشون ها درباره کارکردها و فعالیت های خودشان و کارکردها و فعالیت های جوانان در فاریاب و مشکلاتی که در صدر راه جوانان هست پرسش های خود داشتیم. ان شاء الله تا آخرین دقایق برنامه دنبالگر برنامه خودتان باشید و ما را فراموش نکنید. آقای شیرزاد من زیاد پرفی نمیکنم، خوش آمدید میگم در برنامه. سلام آقای شیرزاد، خیلی خوش آمدید در برنامه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام حضور شما، سلام حضور کسایی که همکنون ما را بیننده هستن از گلشن تیوی. سلام عرض میکنم، امید میکنم که جور صحت باشن و لباس عافیت بر تن داشته باشن و تشکر از شما که دعوت به عمل آورد. سلامت باشین، خیلی ها باز هم خوش اومدین در برنامه. امیدوار هستم که خسته نشده باشین و در راه هم کدام تکلیف ندیده باشین. تشکر، نه، فضل خدا بخیر رسیدیم و در برنامه حضور به هم رساندیم. آقای شیرزاد، بیشتر از شیرزاد که سر زبان ها هست در جامعه، آقای شیرزاد بیشتر از زبان خودتان بشنویم که شیرزاد کی هست، در کجا تولد شده؟ خود در کل هر کس در یک بک‌گراند داره. من البته ای که شیرزاد هستم و دیگران مرا به نام شیرزاد و جاوید شیرزاد میشناسن. من در اصل در ولسوالی المار که در یک از قریجات به نام چویمت به دنیا اومدیم، دوره متعلمی را در مکتب خصوصی در یک از مکاتب خصوصی و همچنان متوسط را در مکتب ذکور المار به اکمال رساندیم و بعدا بنابر چالش های زندگی و مشکلات زندگی اگر رای شهر شدیم در فاریاب، اینجا آمدیم و به خاطر پیش برد درس خود. خب اما شما میفهمین که در اطراف و یا در ولسوالی ها امکانات از قبیل تدریس و درس و کیفیت خوبی برخوردار نیست. بناهن ای دلایل باعث شد که من روی شهر شوم در فاریاب و همتون اینجا زیست میکنم و درس خود را هم ادامه میدم. خیلی خوب. آقای شیرزاد چگونه به جامعه را آوردین شما؟ و در کل من تقریبا صنف ده مکتب بودم. من زیاد علاقمند بر مسائل اجتماعی داشتم، در جامعه زیاد با افراد اشخاص در ارتباط بودم و میخواستم در آینده همیشه من یک شخص باشم که بتونم با کسایی که فعالین جامعه مدنی هستند و در جامعه خدمت از خود به جا میگذارند و بر هموطنانشان با اونها در یک ره قرار بگیرم. بنان همین باعث شد من صنف ده مکتب فعالیت های اجتماعی خود را شروع کردم که از آدرس مکتب بود، مکتب ذکور المار که بعدا در فاریاب آمدم در لیسه تجربی و عرفانه اونجا شامل شدم و بیشترین فعالیت را از آدرس کردم و در اسنایی که من خودم متعلم مکتب بودم کارهای اجتماعی را به خاطر که زیاد دوست داشتم من در یک دو مرکز تدریس میکردم و در طور رضاکارانه بگویا که خدمت کرده باشم و در مقابلی که ما جوان هستیم مسئولیت داریم. دقیقا من زیاد وقت است که مسئولیت پذیر بودم، از خاطر در جامعه میخواستم که خدمت را از خود به جا بگذارم، نهایت کوشش خود را میکردم. دقیقا جوانی هست که از جای بسیار دور داخل شهر میاد و کار و فعالیت های جامعی میکنن. آیا تا به حال به حدی که رسیدین؟ نه خیر، من تقریبا چند سال قبل که البته من گفتم چند سال قبل من فعالیت های میکردم، اگر تنها میموندم من حتما یک فعالیت میکردم در راستای کمک رسانی، امداد رسانی، در راستایی که گویا اگر من که خودم صنف ده و یازده مکتب بودم در خانه خود من کسایی که اطفال که روی مکتب نبودن، مکتب نمیخوندن، بنابر مشکلات خانوادهشون این عدم دسترسی نداشتن در
درس و تحصیل و مکتب بالاخره باعث شد ما مسئولیت پذیری ما بیشتر داشته باشم در اقبال. اونا را یک جا جمع میکردم و برشان تدریس میکردم. این را استادی میکردم؟ دقیقاً برشان تدریس میکردم در دروی که من خودم با اینکه متعلم مکتب بودم. دقیقاً یک کلمه‌ای که انسان یاد داشته باشه باید برایش دیگه حتمی است که برای یک شهروند و شهر یاد بده. و این چیز باعث شد که من بیشتر علاقه‌مند بر کارا شوم و تا هنوز در حدی که من فکر میکنم به او حد نرسیدیم که بر جامعه خدمت کرده باشم. آقای شیرزاد چی باعث شد که زیادتر چی باعث شد شما داخل شهر بیاین؟ یا تحصیل یا هم مشکل موضوع اساسی تحصیل بود، درس بود. دقیقا امکانات مدرن در اختیار ما قرار نداشت، از شیوه تدریس به صورت درستش نبود. انسان در مقابل آینده خود البته مسئولیت زیاد داره که ما آینده را به دست خود میسازیم. زمانی که ما آینده را میخواهیم بسازیم با امکانات، یعنی جوان آینده ساز کشور هست. دقیقاً جوان آینده ساز کشور است. و یکی که من گفتم در دوردست ها نتونم به او آرزو و اهداف که در زندگی دارم برسم. بالاخره باعث شد که خواستم بیایم و اینجا با فضای دیگر، با دوستای دیگر، با کسایی که بودن امکانات زیاد البته تا حدی بودیم. و حالا چگونه هست پیلان علمار وضعیت تحصیل و کارکرد علم دانش چطور است؟ دقیقا بنابر مشکلات و چالش هایی که از قبل کرونایی بود مکاتب رخصت بود، تقریبا حدود کم میشه که مکاتب شروع شده و با آن هم که فصل سرما شروع شد و بیشترین مشکلات دیگر در قبال درس تحصیلشان بودن. و یکی که اولسواری ها فعلا ناامن است و نمیتونند که جوانان به شکل درست و به شیوه درستش بروند و درس فرا بگیرند و یا تحصیل بکنند. بنابراین فعلا اوضاع و وضعیت کمی وخیمتر است و دسترسی ها به تحصیلات و درس کمتر است. آقای شیرزاد غیر از تحصیل دیگه کدام وظیفه بدش دارید؟ غیر از تحصیل من به هر تیمی که به خاطر یک گام مثبت را بر جامعه گذاشتن همراهشان هماهنگ بودیم، همکار بودیم. و در ضمن از اینکه فعلا مسئول تیم توسعه جوان در فاریاب هستم، چند فعالیت را از قبیل برنامه هایی که فعلا در ارتباط صلح هست داشتیم و برنامه ریزی کردیم. و شعار ما همیشه بوده که جوانی که خواستار تغییری مثبت در جامعه بوده، ما در پلویش منحیث یک برادر کوچکش استاد بودیم و شانه به شانه و دوش به دوش حرکت کردیم. باید هم جوان ها در هر رایی که بخواهد توسعه کشور باشه و هم دیگر همکاری بکنه و تا بتوانیم یک کشور صلح و آباد داشته باشیم. آقای شیرزاد در فامیل چند نفر هست؟ در فامیل البته تقریبا خود در کلمه بکیم خدا را شکر دو مادر دارم. 11 برادر هستیم. از دیگه البته برادر از خودم بزرگتر چند برادر دارم، برادرای کوچکم هستن. نام خود 11 برادر دارم. دقیقاً. شما چند نمیش هستیم؟ من دیگه از چی بکنم، از مادر خودم خوالیش هستم. از دو مادر 11 برادر داریم. دقیقاً. نام خدا در تحصیل کلکشان دوستر چی دارن؟ بله فعلا کسایی که از من خورد هستن برادرایم، اونا هم مصروف مکتب هستن، درس میخوانند، متعلم هستن و از ما بزرگترها هم درسشان را به پایان رساندن، یک مدل رساندن البته، فعلا در جامعه خدمت میکنند. ما چند سوال میکنم که سوال من ایست مسجد سوال کسایی هست که علاقمند شما هستن. اینا گفتن که شما کدام رنگ را دوست دارید و کدام غذاها را بیشتر علاقمند غذا هستین و کدام غذاها را شما میتونید پخته بدهید؟ خب در کل موضوع جالب از این که در پخت غذا بیاییم مسافری کردیم، قسمی که بخاطر یادآور شدم امرویتون، یادآور شدم که من محصل بودم اینجا داری متعلمی و بالاخره که بعد جنگ ها باعث شد که فامیل اینجا بیاین. من دو زمان آشپزی خودم میکردم، تمام انواع و اقسام غذا را پخته میتونم، یعنی هر چیز را پخته کردم میدونم. دقیقا در خانه هیچ ضرورت نم نیست دیگه. در خانه فعلا خود من مصروف درس و تحصیل هستم دیگه، در تا جایی من همکار هستم. و رنگی که گفتین، من بیشتر رنگ سیاه را دوست دارم و غذا کلا غذا را مورد علاقه من است و دوست دارم.
هر غذایی که باشه، هر غذایی که باشه بیشتر کدام شده سر؟ بیشتر دیگه مو چیزی که غذایی که ما زیادتر مشهور است قابل فلم نام خود در افغانستان نامدار هست، مخصوصا دیگه کشمشدار باشه و هم دیگه گوشت داشته باشه، گوشت مولک باشه حتما، همونطور نیست؟ خب آقای شیرزاد، در رابطه جوان ها، مشکلات جوان ها در پاریا بگوییم که جوان ها از به کدام مشکلات دست پنجه نرم میکنن و کدام مشکلات ها هست؟ من منحیث یک جوان واقعا اگر چیز را بگویم که خودم درک کردیم در جامعه، زمانی که من پا برسه اجتماع گذاشتم و با جوانان، با عده کثیری از جوانان برخوردم، با اندیشه های متفاوت، با افکار متفاوت، جوانان از یک سو سلسله مشکلات متواتر خود را هم داره و در ضمن از او خود را قسم من میگم از طریق می کمری شما من میرسانم که جوانان در نخست باید اتحادیت خود را و همپذیری خود را حفظ بکنند و ما زمانی که جوان زیر یک چتر یک جا جمع شد حتما من به وضاحت را میگم که موفق میشن و از لحاظ ای که ما امروز مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنیم با امکانات کم کسی نیست که جوان را یاری برسانه، جوانان واقعا شجاعت به خرج میتن با مو هندکی که هستن و بالاخره مو برنامه هایی که تحریزی میشوند و روی دست میگیرن و خودشان اقدام میکنن، فعلا مشکلات و چالش های فرارای جوانان وجود داره. یکانه دلیلش هم ناامنی هست، جنگ هست که در تمام مناطق افغانستان و متاسفانه قرار داره و جوان ها هم فعلا باید ما از این طریق میرسانم که متحد باشن. دقیقا متاسفانه در افغانستان وضعیت نیست که جوان ها بتوانه بیشتر تلاش بکنه و بیشتر کار بکنه و بیشتر از خود خلاقیت به خرج دهه، اما با آن هم کوشش میکنه با صد هزار و مشکلات دست پنجه جوانان باز هم کار میکنه. جوانان ما خلاق هستن، نهایت هر آن جوانی که هست اندوخته و ذهنیت بزرگ در ذهن داره، در خود داره. متاسفانه فعلا اوضاعی که ما داریم چنین تقاضا کرده که تایی که جوانان نتونن به اون چیزی که میخواهند برسن. آقای شیرزاد، در رابطه و وقتی که مکتب رفتین، بار اول بود مکتب که رفتین، یکم خاطره در ذهنتون هست؟ خاطره ای که اولین بار ما یا چی حسه داشتین؟ حسه ما بگم اولین حسه کی بود؟ خب دقیقا زندگی همش خاطره هست، خاطره خوب، خاطره بد، با دوستان، با هر آن کسی که اهل علم و دانش هست. ما در کل دوره ابتدایی را که قبل از مکتب که کودکستان بود کموتو ممتو یادم میایه اینی که شروع زندگی بود، میخواستم که به خاطر یادگیری قدم بگذارم، رفتم در یک کورس، میخواستم که کورس سواد آموزی بود، میخواستم که یاد بگیرم. بالاخره همراه یک از اقوام رفته بودیم با دوستمون، اونجا رفتم و بالاخره در موسم خوب به یادم میایه خورد بچه بودم، چوکی های پلاستیکی هست، نشسته بودم و مو زمان فکر میکردم که مو در یک فضای قرار دارم که من در آینده چی خواهد بود. بالاخره از یک صفر شروع کردم که خاطره ای که بسیار بر من چی هست که پایم نمیرسید به زمین. دقیقا خاطره جالب بر من اموز که با دوستم دیگه امروزم یادآور میشم امروش که اگر بننده هستن نادر جان هست، امروش یک جا درس خوندیم، همیشه قصه میکنم میگم زمانی که ما خودت به کورس رفته بودیم یادت هست پایمون به زمین نمیرسید که استاد بر ما میگفت چقدر خورد هستیم، امروز ما به جای رسیدیم و شکرگزار هستیم از اینکه فرصت زندگی را داشتیم تا این دم زنده هستیم و در حیات. تشکر که یک خاطره بسیار جالب را به یاد ماندنی را برای ما گفتین. آقای شیرزاد، چیزی که هست که تا به حال به کسی نگفته باشین از طریق کمری بر مخاطبان، بر کسایی که دوست شان دارین بگین؟ در کل کسایی که با ما هستن و دوست هستن چیزی نهفته نیست در وجود ما که کسی ندونه.
تبال نفهمیده باشه. دقیقاً ما هر اون چیزی که بوده با دوستای خود شریک ساختیم. و تو یک مسئله خاصی هم نبوده که تبال ما بگیم او را پنهان ساخته باشم و او را همراهشان آشکار و خیلی خوب. آقای شیرزاد، هدفتون در زندگی چی هست؟ دقیقاً در زندگی هدف، هر جوان هدف داره. من هدفای داشتم که بالاخره ما با سلسله اهداف که در زندگی طی میکنیم، هدفای کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت، برابر ما حرکت میکنیم. که هدف بزرگ ما هم ایست که یک فرد واقعی وطن بوده باشم و خدمت بر مردم داغ دیده و رنج دیده خود بکنم. آقای شیرزاد، بزرگترین امیدتون در زندگی کی هست؟ بزرگترین امید ما در زندگی پدرجانم بوده که تا بال که ما دمی سطح رسیدیم مرا سپورت کردن و از مادی و معنوی و قلبا سپاسگزارشان هستم، تشکر میکنم. امید بزرگ ما پدرجان هست. آقای شیرزاد، میشه بگوین که پدر از یاد دوست داره یا مادره؟ خب آدم رو به یک دورایی قرار میتین. خب ما از هر دو نعمت خداوند که یک پدر و یک مادر است سپاسگزار میکنیم، که دو واژه بسیار بزرگ و نمیشه که ما اینجا تفاوت قائل شویم بین پدر و مادر. در کل این سوال از ما زیاد کسا پرسان کردن که پدر جان از یاد اصار یا مادر جانه. من اردوش به یک ساعت میبینم، تفاوت قائل نیست. بله، اردوش هم دیگه، اردوش هم یک نعمت بسیار بزرگ خداوند است و سایه هر دویش هم در سر همه اولادها باشه. تشکر. آقای شیرزاد، میشه بچم دیگه وقت داریم یا نداریم از همکارا پرسان میکنم؟ آخرین سوال اگه وقت داشته باشیم که میکنیم، در غیر اون دیگه میریم سر طرف پرسش های دیگه. آقای شیرزاد، متاسفم وقت نداشتیم که آخرین سوال شما میکنیم، که آخرین پیامتون به جوانا چی هست؟ آخرین پیام ما به جوانا اون در شرایط فعلی فقط همپذیری باشن، همپذیر باشن، اتحادیت را داشته باشن. وطن خیلی به جوانا ضرورت داره. متاسفانه این وطن فعلا ضرورت به جوانایی داره که از خود شجاعت به خرج میتن به خاطر ارتقای وطن، نام وطن. که البته متاسفانه شرایط فعلی که ما داریم جوانان را از دست میدیم و بسیاری، و ما باید اتحادیت خود را حفظ بکنیم. پیام ما بر جوانایی است که اتحاد خود را حفظ بکنن، دست به دست یک دیگر بتن به خاطر ارتقا و بلند رساندن نامی که به نام افغانستان است و بالاخره دست به دست هم بتن. پیام من فقط متحد بودنشان است. خیلی خوب، تشکر از شما که در برنامه ما تشریف آوردین و یک جهان قلبا سپاسگزاری میکنم. عزیزان، این بود داشته های برنامه امروزی ما که آقای شیرزاد را به خود داشتیم. تا برنامه های دیگر، تا مهمان دیگر، همه شما را پروردگار بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق کامگار باشید.